الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. به نام پروردگار عادل عدالت گستر، به نام دست عدالت پیشه خدا بر زمین، مهدی موعود علیه السلام. سلام بر یکایک شما خوب رویان و پاک دلان همراه. وقت زیبای شما به کامتان، روز و روزگار بر شما خوش. ماه نیمه شعبان، ماه مولود نیمه شعبان، لحظات درخشان و پر از نور و برکت. امروز روز ولادت آقا بود. تبریک عرض میکنم محضر یکایک شما بزرگواران. دست شما را به صورت اختصاصی و ویژه میفشاریم به گرمی و از همه شما تقاضامندیم که برای بنده و همه همکارانم در این لحظات بسیار نورانی و پر از شعف و شور دعا بفرمایید. مشتاقانه به همراه شما بزرگواران به پای دل میشه تابیم به سوی گفتگوی من با جناب استاد رمضانی. سلام علیکم استاد، وقتی شما بخیر، عید شما مبارک. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به حق ای روز فرخنده و ای میلاد بسیار مبارک خداوند هر چه زودتر فرج امام زمان رو برساند و چشمانمان به جمال مقدس امام زمان روشن و منور بگردد انشاءالله. بسیار تشکر استاد عزیز. چهارشنبه شب دیگر هست، همراهان منتظر هستند تا گفتگوی ما را بالاخره ببینند و بشنوند و مثل همیشه از فرمایشات حضرت عالی استفاده کنم. ولی امشب مصادف شده با شام ولادت حضرت. بله. مسلمانان در سرتاسر دنیا، اشتباه عرض کردم خدمت شما، کل انسان‌های بر روی زمین همه منتظر یک موعودند، منتظر کسی که عدالت رو بر زمین، این گمشده زمین رو برای ایشان بیاوره. بله. استاد در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب به صورت ویژه مهدی موعود در ادیان هست و انشاءالله آغاز سخن بفرمایید. من سوال میکنم از شما استاد که آیا ما اشتراکاتی هم داریم در بین ادیان مختلف در مورد این موعود یا خیر؟ بله، خب یک سوال بسیار جامع و زیبای فرمودین. من قبل از پاسخ به این سوال اون نکته شما را یک حاشیه بر او بزنم. به واقع همینه که کل جهان به طور اکثریت قریب به اتفاق انسان ها منتظر یک موعودن، منتظر یک منجی هستن، منتظر یک عدالت گستر هستن، به خاطری که در فطرت انسان ها این نهاده شده میل به عدالت، میل به قسط و عدل یک چیز فطری هست، همه او را دوست دارن، به جز عده اندکی که اونها خب سران ظلمن، سران کفرن، سران شرکن و شیطان پرستان که اینها همیشه به دنبال تاریکن و اینا از نور می هراسن، از نور می ترسن. اینا رو که بذاریم کنار، بره کل جهان یا بگیم اکثریت قریب به اتفاق و نزدیک به کل منتظر یک نور الهی هستن که جهان رو منور بسازه و شادی و سلامت رو به جهان ارزانی بداره، نه به یک قسمت خاصی از جهان، به همه انسان ها، سیاه و سفید در رو فرقی نکند و شرقی و غربی در رو فرقی نکند، به تمام انسان ها عدالت رو و مزه عدالت را بچشاند. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. غم مخور بره. اما ای که در ادیان، در آیین‌های مختلف آیا مشترکاتی هست نسبت به اصل ظهور یک منجی به نام موعود در آخر الزمان؟ یک مطالعه ای که بکنیم و حتما بینندای محترم هم اهل مطالعه هستند، ببینیم که بله، در حقیقت یک حقیقتی الهی که منجی عالم هست در بین همه ادیان، چه ادیان الهی و حتی ادیانی که اینا ساخته بشر تا حدی هستند، یعنی
به تعبیر برخی از آموزه های اونها جنبه الهی نداره. در میبینیم در این ادیان هم اصل اعتقاد به منجی وجود داره، یا به تعبیر این رقم بگیم که 5 اصل مشترک نسبت به موعود آخر الزمان در ادیان مختلف ما مشاهده میکنیم. استاد، آیا میشه که اینطور گفت که مانند میل به خداپرستی، میل به زیبایی و دیگر امیال فطری انسان، میل به ظهور یک موعود هم در انسان فطری هست؟ بله بله، این در حقیقت یکی از امیالی است که در فطرت انسان ها نهفته است. میل به زیبایی، میل به کمال، میل به عدالت، میل به عرشبت ماندگاری که انسان ابدی باشد، و رو همین جهت که یکی از ادله که میگن قیامتی است و انسان موجود ابدی هست، بخاطر که در وجود انسان میل به ابدیت هست. پس وقتی میل به عدالت و عدالت گستری در انسان هست، پس میل به یک منجی هم هست. اولین چیز مشترکی که بین ادیان وجود دارد نوید به ظهور است. یعنی در اندیشه ادیان یک خوشبینی نسبت به آخرت و آخر این دنیا وجود دارد. آخر دنیا آخر تاریکی نیست، آخر دنیا نور است. و وعده ظهور در ادیان مختلف داده شده به اینکه یک فردی در آخر الزمان ظهور میکند و منجی عالم بشریت میشود. نکته دومی که باز در ادیان مشترک است، شخصیت والای آن منجی است. تعبیراتی که در ادیان مختلف به کار رفته نسبت به آن منجی، تعبیرات بسیار بلندی است، از جایگاه ویژه او شخص حکایت میکنه. استاد، جالب این دو نکته که حضرت عالی تا اینجای برنامه عرض کردید، در بسیاری از محصولات فرهنگی جوامع غیر اسلامی بسیار مشهود است. بسیاری از فیلم های سینمایی که در دنیا ساخته میشه، بسیاری از کتاب هایی که نوشته میشه، بسیاری از کنفرانس ها و جلسات بزرگی که در سرتاسر دنیا گرفته میشه، در آنها یک میل زمینه ای به ظهور و یک شخص موعود که در واقع ظهور او باعث عدالت و عدالت گستری خواهد شد دیده میشه. بله، در حقیقت اینا منشأ هم دینی دارن و هم فطری داره. خب اینا اطلاعاتی در کتابهای خود یافتن و بر اساس اونها یک سری فیلم ها و محصولات فرهنگی ایجاد میکنن، بله، تولید میکنن. نکته سومی که در ادیان مشترک هست نسبت به بحث موعود، حکومت جهانی است. یعنی در همه ادیان وقتی نگاه میکنیم، اینا منتظر یک حکومت جهانی هستند که اون حکومتی که توسط آن منجی تأسیس میشه و او شخصیت والا اداره میکنه، جهانگیر است، عالمگیر است، فراگیر است، محدود به یک نقطه خاصی از زمین نمیشه. نکته چهارم اینه که در او حکومت جهانی که ادیان او را وعده میدن و منتظر او هستن، عدالت برقرار میشه، ظلم و ستم برچیده میشه، بساط ظالمان برچیده میشه و ظالمی در جهان دیگه آقایی نخواهد کرد. پس همه انسان ها که در طول کل تاریخ مورد ظلم قرار گرفتن، شاید بعضی هایشان از این دنیا رفته باشن و بعضی هایشان هنوز این دنیا هم نیامده باشن، ولی همه آنها مانند ما مسلمان ها منتظر ظهور یک منجی هستن. بله، دقیقا درسته. و نکته پنجمی که مشترک است بین ادیان نسبت به بحث موعود اینه که وارثان زمین در زمان آن منجی بزرگ، وارثان زمین مستضعفان خواهد بود، کسانی که در طول تاریخ اینها را ضعیف نگه داشتن، ظالمان بر اینها فشار آوردن، و صالحان، کسانی که خدا پرستن، خدا دوستن، صالحان، صالحان وارث زمین میشن و زمین به تحت سیطره صالحان در می آید. این 5 تا نکته که در ادیان مختلف مشترک هست. بله، به همراهی شما عزیزان همراه ما همچنان افتخار میکنیم. ما سوال کردیم از استاد محترم که مشترکات بین ادیان در مورد ظهور یک منجی، ظهور یک موعود وعده داده شده چی هست؟ استاد بسیار زیبا در 5 نکته بسیار خلاصه فرمودند، اما چیزی که واضح است انشاءالله در ادامه گفتگو حتما حضرت عالی میفرمایید این هست که نقطه اشتراکی بین همه این ادیان، همه
حالا اکثریت به اتفاق همه انسان ها بر روی کره زمین، بحث عدل و عدالت و ظهور یک منجی عادل هست و در واقع میشه گفت که میل به عدالت باعث شده تا انسان ها منتظر باشند که بالاخره ظلم به پایان خواهد رسید و بالاخره یک روزی خداوند یک انسانی را، یک شخصی را بر اینها خواهد رساند که هم آقای دنیا خواهد بود، هم عادلترین انسان ها بر روی زمین. درست است؟ بله بله. خب استاد، از بحث اشتراکات کمی دور شویم به بحث افتراقات برسیم. تفاوت های بین ادیان در مورد مسئله ظهور منجی و عدالت. بسیار خوب. بفرمایید استاد. خب با وجود ای که در این پنج نقطه ادیان مختلف اشتراک دارند، ولی در دو نقطه با هم اختلاف و افتراق دارن. بله. یکی در اینه که او شخصیت کی هست، او شخصیت از کدام قوم است، از نسل کیست، نامش چیست، القاب او چه می باشه. اینا می بینیم در ادیان مختلف غیر از او چیزی که ما در مذهب اهل بیت می بینیم، در اسلام می بینیم، اسلام ناب بیراه رفتن در تشخیص اون مصداق. همین رقم که اصل خداجویی در فطرت انسان هست، اصل توحید یگانه پرستی در فطرت انسان ها هست، اصلی که انسان نیاز به معبود داره، نیاز به پرستش دارد، در وجود همه هست. ولی در تعیین مصداق او انسان ها گاهی به بیراهه میرن، مثلا عده بت پرست میشن. بله. خب این بت پرست هم در فطرت او پرستش هست، باید بپرستد. انسان یک موجودیه که پرستش در نهاد او هست. حتی اونایی که میگن ما خدا رو قبول نداریم، باز پول پرست میشن، مقام پرست میشن، چیزی رو بالاخره در برابر او خضوع دارن. بله. در برابر استاد اجازه میدین با توجه به اینکه همراهان همیشه از فرمایشات شما در مباحث مختلف انتظار دارن که شما بسیار دقیق و روان و ساده صحبت میفرمایید، در بخش دوم تخصصی تر به این سوال بپردازیم و یک میان برنامه بسیار کوتاه و زیبا از آن آماده کردن با هم ببینیم و بشنویم. باز هم خدمت شما خواهیم رسید انشاءالله. سلامت باشین. در شام ولادت مهدی موعود علیه السلام افتخاری است که همراه شما باشیم. مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد، بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد. بانگ تکبیر نگر در همه عالم برپاست، همه گویند مگر جلوه یزدان آمد. از زمین نور به بالا رود امشب، زیرا نور خورشید امامت همه تابان آمد. قائم آل محمد، گل گلزار رسول، حجت ابن الحسن، آن مظهر ایمان آمد. روز ولادت خلاق سرمد است، او از تبار حیدر و از نسل احمد است. در آسمان و زمین میرسد به گوش، میلاد قائم آل محمد است. یا مهدی، یا مهدی، ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق، میلاد تو قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را می داند. بیا و حسن ختام زمان باش یا مهدی. آید آن روز که خاک سر کویش باشم، ترک جان کرده و
آشفته رویش باشم، یوسفم گر نزند بر سر بالینم سر، همچو یعقوب دل آشفته بویش باشم. باز هم جا داره تبریک عرض کنم محضر یکایک شما همراهان بسیار نازنین و مؤمن رسانه جهانی هادی. این رسانه جهانی در سرتاسر دنیا قابل دریافت هست. اگر در این برنامه همراه ما نبودید، می توانید در فضای مجازی با جستجو کردن عناوین برنامه های مختلف و مخصوصاً برنامه که مهدی موعود در ادیان هست، حتما به این برنامه دسترسی پیدا کنید. از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب می توانید با ما همراه باشید. جناب استاد رمضان عزیز، بازم به خدمت شما رسیدیم. من اجازه می خواهم که به خاطر که در دقایق پایانی بخش اول من سوال مطرح کردم، بازم عزیزان در بطن بحث قرار بگیرن، سوال دوباره از محضر شما خواهم پرسید. این است که افتراقات در مورد اشتراکات که حضرت عالی بسیار مطالب ارزشمندی را فرمودید، در مورد افتراقاتی که در بین ادیان وجود دارد در مورد مسئله ظهور یک موعود، آیا مخصوصا از نظر اسلام آیا افتراقاتی هست یا خیر، آیا تفاوت‌هایی هست یا خیر؟ خب در قسمت قبلی یک توضیح مختصر دادیم، گفتیم که دو تا افتراق در ارتباط با بحث مهدی موعود یا منجی آخر الزمان وجود داره. یکی اینه که انسان‌ها گرچه مشتاق اون شخص منجی هستن، ادیان به او وعده دادن، ولی در مصداق ای که کی هست، از نسل کی هست، فرزند کی هست، آیا به دنیا آمده یا نیامده و القاب او چیست، نام او چه می باشه، اختلاف نظر وجود داره. همین رقم که خب گفتیم در بحث اصل خداجویی و خداشناسی و خدا طلبی در فطرت انسان نهفته شده، ولی در مصداق ای که خدا کیست، بله، اختلاف بله. نظر وجود داره و گاهی انسان حتی تا مرز بت‌پرستی و گاوپرستی هم ممکنه که سقوط بکنه، ولی میل پرستش، میل پرستش هست. مثلا در یهود اونا منتظر یک فردی هستن به نام ماشیح یا همون مسیح به تعبیر ماشیح یا ماشیا یا مسیح، ولی ای تصور نشه که اون مسیح همی حضرت عیساست، نه، چون اصلا حضرت رو قبول ندارن. اونا حضرت عیسی رو با او جنگیدن و به تعبیر خودشان به صلیب کشیدن، کشتن به تعبیر، و بنابراین اونا قبول ندارن که آخر زمان دوباره مسیح به دنیا بیایه و جهان رو پر از عدل و داد بکنه. اونا این ماشیا یا ماشیه که میگن در از نسل داوود میدانن که به دنیا هم نیامده، فردی به دنیا خواهد آمد از نسل داوود که اونم یهودی هست، چون اینا خودشان قوم برتر میدانن، میگن او منجی آخر هم از قوم ما هست و او هم او ما قوم را به تمام جهان مسلط میسازه، ما همو صالحان هستیم، ما وارثان زمین هستیم. به تعبیر در مصداق اینا منتظر او منجی هستن. ولی خب عباراتی که انشالله یه فرصتی بود باز از کتاب های یهودیان بخوانیم، ببینیم عبارات خیلی شبیه عباراتی که ما در آیین خودمان داریم، بله، گرچه در مصداق اونا اشتباه کردن. استاد ممکن است در همین لحظه بعضی از دوستان تازه با ما همراه شده باشند. ما در شام ولادت حضرت مهدی علیه السلام به بهانه این ولادت بسیار نورانی از حضرت استاد خواستیم تا مهدی موعود یا آن شخص موعود در ادیان مختلف برای ما کمی تشریح بفرمایند، که در واقع این تشریح حضرت عالی به این معنا نیست که نظریه اسلام خدا نکرده دچار خدشه و خلالی هست، در واقع 100% بهترین و تنها نظریه کامل در مورد آن شخص موعود در اسلام هست و انشاءالله که با این بررسی به اهمیت موضوع آن عادلی که ما منتظرش هستیم انشاءالله پی ببریم. در خدمت شما هستم. یا در مسیحیت اونا منتظر حضرت مسیح هن. اونا معتقد بر این هستن که در آخر الزمان مسیح دوباره برمیگرده، پسر خدا یا پسر انسان برمیگرده و زمین ره پر از عدل میسازه و همو نقطه هایی که ما در بحث موعود منتظر داریم اونا نسبت به حضرت مسیح قائل هستن. یا در آیین یهود باشه، آیین هندویسم، هندوها، اونا منتظر یک شخصی به نام آواتارای دهم هستن
به نام به تعبیر آواتار دهم که در آخر الزمان یا عصر کالی او شخص بر میآید و کل جهان را پر از عدداد می‌سازد. یا در آیین زرتشت اینها منتظر فردی هستند به نام استوت ارته. استوت ارته، بله، اسامی مختلف به اینها قائل هستند، ولی از لحاظ اسلام اون نکته که شما فرمودین بنابر اساس روایاتی که اینها از لحاظ رجالی بررسی شده، از لحاظ سند صحیح هستند و از لحاظ دلالت واضحن و متواترن که وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آخر و به تعبیر آخرین پیامبر الهی که همه ادیان قبلی وعده ای پیامبر داده بودن، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بر اساس روایات متواتر فرمودن که 12 امام بعد از من هستن، اینا جانشین من هستن، اولهم علی و آخرهم مهدی. بعد اسامی اینها رو بیان کردن و گفتن او مهدی منتظر، او موعود آخر الزمان که ادیان قبلی به اونها وعده دادن، او از نسل علی و فاطمه است، او نهمین فرزند حسین است. نام های او را گفتند، نام اصلی حضرت که محمد است صلی الله علیه و سلم، اینو گفتن در زمان غیبت نگم، سری دارد، بیشتر به مهدی مشهور هستند. و بنابراین او فردی که در اسلام او جایگاهی که برای منجی مشخص شده مال این فرد است که این واسطه بین خلق و خالق است، این سبب فیض است، این کسیه که خداوند به توفیل او زمین را نگه می‌داره. چون در روایت داریم که اگر حجت بین خلق نباشه لساخت الارض به اهلها، زمین اهلشه فرو میبره میبره. وجودهی ثبتت الارض و السماء. بله بله. پس این اختلاف اولی که در بین ادیان وجود داره. یک اختلاف دیگری هم که در مصداق باز وجود داره، با اینکه مشترکات جای خودش ثابت هست، در اینه که مسئله مهدی موعود یا منجی عالم بشریت، مهدی آخر الزمان، در ادیان دیگر یک امر حاشیه ای تلقی میشه، یعنی خیلی به او پرداخته نمیشه، در آیینشان هست، اما ای که سالانه به او یک روز خاصی را اختصاص بدن، برای این جشن بگیرن، درباره او صحبت بکنن، یا نسبت به او احساس مسئولیت بکنم که خب ما نسبت به این مهدی موعود چه وظایفی داریم، چه کار باید بکنیم در این زمانی که به تعبیری منتظر او هستیم، چه وظیفه ای داریم. اونا در قبال عید حرف تازه ای ندارن و برنامه خاصی ندارن و احساس مسئولیت و وظیفه هم نمی کنن. میگن او خودش خواهد آمد، وظیفه اوست که بیاید و او خواهد آمد و یک امر به تعبیری در کنار است، حاشیه است. ولی در اسلام به این نحو نمی باشه. در اسلام در مکتب اهل بیت علیهم السلام بسیار نسبت به بحث مهدویت روایات فراوان، یکی ای که این شخص زنده است و انسان هایی که در عصر غیبت که امام در پس پرده غیبتن و منتظر او هستن وظایفی دارن، شاید بیش از 100 وظیفه در کتاب هایی برای منتظران نقل شده است که اینها میتونن با انجام او وظایف این ظهور رو تعجیل کنن. در ادیان دیگه بی رقم نیه که اونا بتونن تأثیر گذار باشن در ای که او زمان ظهور کم بشه یا زیاد بشه، جلو بیفته یا عقب بیفته. اونا میگن او زمانی که خودش برسه میایه، ولی در اسلام نه، بشر انسانها میتونن با عمل کرده خود به تأخیر بندازن. استاد شاید یک از سوالاتی که سالها بود ذهن بنده حقیر درگیر کرده بود و شاید بعضی از همراهان هم با این سوال با من مشترک باشن، این بود که واقعا آیا مهدی موعود یا این شخص موعودی که قرار است بیاید و ما انسانها را در کره زمین از ظلم و ستم رهایی بخشه، آیا یک عقیده بسیار کوچک است بین یک عده ای از مردم روی کره زمین و هم عده ای از مسلمانان یا تمامی مسلمانان؟ و این که حضرت علی امشب در این برنامه بسیار واضح و روشن بر ما فرمودین که اکثریت به اتفاق انسان‌های روی کره زمین، موجودات روی کره زمین منتظر ظهور یک منجی هستند، بسیار برای بنده شگفت آور و بسیار زیبا بود. و انشالله که ما در ادامه برنامه که در بخش بعد انشالله در خدمت عزیزان خواهیم بود بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت. انشالله انشالله. سلام.
همچنان با شما بزرگواران هستیم، درنگ بسیار کوتاه داریم، همراه میشیم با همکاران بسیار محترم و زحمتکشمون در اتاق فرمان. ای مولای من، کدام روز سپید از پشت کوههای روز می آیی؟ کدام روز فرشتگان نام تو را بر آسمان ها فریاد می کنند؟ کی بوی گرم نان سفره های کوچک مستضعفان را پر می کند؟ کدام روز فلسفه چشم های تو تدریس می شود؟ آیا صبح نزدیک است؟ میان پیچش پیچک ها تو را می جویم که تنها نام تو می تواند عشق را در رویشی دوباره زنده نگه دارد و آب حیاتش باشد، رویشی سبز بر خاک یخ زده بذر عشق می افشاند و عشق در دلهای مرده جوانه می زند و شکوفا می شود. سحرگاهان بی تو کابوس شبهای بی فانوسند، پروانه های شبگرد رویای آمدنت را بر کبودی آسمان بال می کوبند. می آیی اما کدام جمعه وعده داده شده؟ آه از این روزهای بی تو، از این لحظات سوگوار، از این بهار خزان زده، از این کلمات بیهوده. گفتند می آیی، آینه ها روبروی مسیر از چشم گشودند تا ظهورت را در زلال خیش منعکس کنند. گفتند می آیی با دستی در آب و دستی در آینه، با نگاهی از نور سرشار، با ذوالفقاری در دست که هرچه شب را بدرند و خورشید بگسترد. همچنان آب و آینه و قرآن در دست، تسبیح بر انگشتان میچرخانیم و صلوات میفرستیم، سماط میخوانیم و اسپند بر آتش، چشم بر جاده های منتظر میچرخانیم. گفتند میآییم تا آسمان دف بگیرد و زمین به سما برخیزد تا رست خیز کلمات. گفتند می آیی اما کدام جمعه وعده داده شده است؟ یا صاحب السما، غیر از تو مرا دلبر و دلدار نباشد، دل نیست هر آن دل که تو را یار نباشد. شادم که غم هجر تو گردیده نصیبم، بهتر ز غم هجر تو غمخوار نباشد. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض درود و احترام و تبریک مجدد محضر یکایک شما همراهان بسیار محترم و ارجمند رسانه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری. در بخش سوم این برنامه قرار داریم و ادامه این گفتگوی بسیار ارزشمند و درخشان با جناب استاد رمضانی عزیز. اما قبل از اینکه به محضر استاد برسیم و ادامه فرمایشات ایشان بشنویم، من وظیفه دارم تا در این لحظه پل ارتباطی برنامه را اعلام کنم تا شما هم اگر اشتراکات و نظرات دارید حتما و حتما با ما در میان بگذارید.
نمبر مثبت 964-780-255-413. بسیار آشنا هست برای شما عزیزان، در موبایل های خودتان ذخیره دارید، ولی باز هم بنده وظیفه رسانی خودم انجام میتونم و متذکر میشم که این پول ارتباطی این ارتباط دو طرفه میسازه. حتما استفاده کنید از این پول، حتما حتما انتقادی که اگر از بنده دارید، از همکارانمون دارید و یا نظراتی و سوالاتی از اساتید محترم دارید با ما به اشتراک بگذارید. جناب استاد، کمی برای ما فرمودید از اشتراکات، افتراقات و حالی کمی از نظریات و مثالهایی بزنید از این در واقع چیز معتقداتی که ادیان دارن در مورد مهدی ما بود. خب من این نکته را قبل از این اشاره بکنم که در خود آیین اسلام هم او به تعبیر اندیشه‌ای که در بین مکتب اهل بیت علیهم السلام هست اینه که این شخصیت وجود دارد، بله، و عالم از نور وجود او بهره‌مند می شود، مانند زمانی که ابر باشد ولی انسان ها از خورشید و از گرمای خورشید و انرژی خورشید بهره‌مند می شن و او واسطه فیض است. و نکته های بسیار فراوانی که در بحث وجود مقدس امام زمان مفصل علما بحث کردن و جایگاه خاصی را مطلبه که بحث ویژه بشه، بله. ولی خب عده‌ای از فرقه های اسلامی اینا قائل به هستن که این مهدی علیه السلام خواهد آمد و از نسل فاطمه هست ولی به دنیا نیامده. این اختلاف در بین برخی از فرقه های مسلمان هست که اینا اصل مهدویت قبول دارن، اصل منجر قبول دارن، یکی از نسل فاطمه زهرا و حضرت امیرالمومنین از قبول دارن، ولی ای که زنده هست ایره ممکنه قبول نداشته باشن. الحمدلله مشترکات ما مسلمان بسیار فراوان هست، بله. در مورد مسئله موعود و مهدی موعود و همه ما میتوانیم روی مسئله بسیار تخصصی کار کنیم و انشالله از این اشتراکات بیشتر استفاده باریم، و اون وجه مشترک فراوان داره، بله، فراوان. چون که گفتیم حتی بین تمام انسان ها، نه تنها مسلمان ها بلکه خداپرستان، بلکه وسیع تر حتی ادیانی که اینها برخی زمینه های دیگری هم دارن، باز هم نسبت به بحث موعود مشترکن. بله. خب من به خاطر اینکه از فرصت بیشتر استفاده بشه برخی از عبارات را ترجمه فارسی اونا را میخوانم که بیشتر بتانیم او پنج تا مشترکی که گفتیم از این کلمات استفاده بکنیم. بنوانم مثال در کتاب های یهودیان این جملات آمده که نسبت به آن شخصیت بزرگوار و جایگاه او این رقم گفتگو کردن. در آن روز سرور بزرگ خواهد ایستاد، جایگاه خودش میگه، جایگاه عظیمی که داره، و از خواب بندگان در خاک بسیاری برخیزند، بیدار شوند. یعنی بحث رجعت که ما در فرهنگ اسلام هم داریم که در آستانه ظهور امام زمان عده ای از کسانی که قبلا مرده بودند به امر خداوند برمیگردند و اینا از جمله یاران او حضرت خواهند بود. این در کتاب های یهود هم بحث رجعت به این رقم مطرح شده. یا در زبور داوود داریم که اونجا در یک دعایی در قسمتی از او به این رقم نقل میکنه که ای خدا شرع و احکام و ملک و احکام خود را به ملک زاده ای عطا فرما. ملک زاده جایگاه خاص ویژه‌ای داره. تا از دریا تا دریا و از نهر تا نهر تا دورترین نقاط زمین سلطنت کند. همون حکومت جهانی را در این قسمت در زبور داوود ایشان بیان میکنن. یا باز در همو زبور داوود هست در قسمت دیگری که میفرماید و او قوم خود را به عدالت داوری خواهد نمود. بحث عدالت گستری و این جالبه که بدانیم بشر تا کنون داعی عدالت فراوان داشته ولی متاسفانه به عوامل مختلف نتانسته او چیزی که سزاوار است. بشر عادی رو عرض کنم، چون معصومان که به جای خود و حتی در زمان انبیا هم او 100% نشده، چون موانع فراوان بوده و کارشکنی ها فراوان بوده، لذا خداوند او وعده خودش رو گفته من در زمین این عدل برقرار میکنم، این موکول شده به او زمانی که وجود مقدس امام زمان تشریف بیارن. و چون
ای بحث میل به عدالت و تشنگی به برق عدالت در همه انسان ها هست، همه ادیان منتظر بودن. پس در حقیقت میشه بگیم انسان ها به خاطر ظلم هایی که در طول تاریخ دیدن، همه منتظر اینن که یک عدالت، برابری، تساوی، سلامت و زندگی واقعا صالحانه در کنار هم کل بشر داشته باشه. این خواسته همه انسان ها، جز انسان هایی که خونا بالاخره طبع ستمگری و طبع شیطنت دارن. بله استاد، قبل از اینکه حضرت علی به ادامه فرمایشاتون بپردازین، من در مسیر که می آمدم روی پرچم های بسیار زیبا نوشته شده بود سلام بر تو ای، حتی به عربی نوشته شده بود سلام بر تو ای وعده خدا که ضمانت شده ای، وعد الله الذی زمنه. و با خودم فکر کردم که یک کدام وعده خداست که خداوند ضمانتش کرده. در واقع بالاترین مرجعی که میتوانه یک اتفاق و یک اعتقاد ضمانت کنه خداوند کریم هست. و در واقع ما به زیباترین روش به حضرت سلام دادیم اینجا. کاش یک فرصتی میشد تا بین ادیان مختلف این اعتقادات مطرح میشد. کاش یک گفتگوی رخ میداد بین تمدن‌های مختلف تا در مورد این مهدی موعود، در مورد موعود گمشده آن ادیان بیشتر صحبت کنیم، بیشتر اشتراکاتمون رو به میان بگذاریم که انشالله آنها هم بیایند بر سر سفره با کرامت اسلام. انشالله. او وعده‌ای که فرمودین او بسیار نکته زیبایی بود. اتفاقا در قرآن کریم از لسان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این وعده خداوند به بشر داده. در سوره مبارکه نور آیه 55 که می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. خداوند وعده داده به کسانی که عمل صالح میکنن، اهل ایمانن، که اینها را بر زمین خلیفه قرار بدهد، یعنی وارثان زمین میشن اینا. این همو وعده الهی است که یاد باز در سوره انبیا خداوند آیه 105 فرمود ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ما نوشتیم هم در زبور که گفتیم مصداقی از زبور خواندیم، من بعد الذكر که در تورات هم بوده، ذکر نمی گفتم تورات، قبل از او تورات بوده، در انجیل هم هست که باز می خوانیم در آیندگه، که چی؟ که زمین را بندگان صالح من به ارث می برن. این در همین دنیا محقق میشه. این وعده خداونده که و خداوند ضمانت کرده و وقتی خدا ضمانت بکنه و من استقام من الله قیلا، کی از خدا راستگوتر است. خب چند جمله دیگه از تورات و از زبور بخوانیم که بعد برسیم به سایر ادیان. یا در قسمت دیگری میگه که او قوم خود را به عدالت داوری کند و مساکین تو را به انصاف داوری کند و ظالمان را زبون خواهد ساخت، ظالمان را از بین میبره. در آن زمان صالحان خواهند شکفت، صالحان شکوفا میشن، جایگاه میگیرن. بله، جمیع امتهای زمین او را خوشحال خواهند خواند. جمیع امتهای حکومت جهانی میشه، همه به او باور دارن، همه به او میگراین و همه او را به عنوان یک رهبر میپذیرن. این در زبور داوود مزمار 72 بوده. و در جای دیگری دارد که او بر پادشاهان مسلط میگردد، یعنی تمام ظالمان را از بین میبرد. در عهد عتیق در اشعیا نبی صفحه 1031 آمده. یا باز در زبور آمده که اما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد و به همین رقم زیاده فراوانه. فرمود از کثرت سلامت متلذذ میشوند و صدیقان وارث زمینند تا ابد. یعنی بعد از اون دیگه ظالمی حاکم نمیشه. خب این یک چند تا نمونه از کتاب‌های یهودیت. در مسیحیت هم ما فراوان می‌بینیم. من چند نمونه اشاره می‌کنم که چون فرصت ما کمه. در انجیل متا در باب 25 در صفحه 60 میگه که همه قبائل نزد وی جمع خواهند شد. اون بحث جهانی بودن و حکومت جهانی که همه او را به عنوان یک منجی میپذیرند.
یا در جای دیگری در انجیل لوقا می فرماید که کمرهای خود را بسته، یعنی آماده باشید، چراغهای خود را افروخته بدارید. بس که کسی که منتظر یک مهمانه، چراغهای خودش روشن میکنه، آب و جارو میکنه. و مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند. منتظر باشید، بحث انتظار. مستعد باشید زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید. یعنی این رقمیه که به تعبیری سالها قبل فکر کنید که مثلا فلان معین باشه، معین نیست. این همی که در اسلام هم داریم که زمان ظهور کسی بخواد تعیین بکنه، بگه مثلا فلان روز فلان ما فلان سال، اینو گفتن تکذیب کنید. زمان می آید ولی برای ما روز او معین نمی باشه. فرمود کذب الوقتون شبیه این عبارت داره، درسته. یا در جای دیگر دارد که پسر انسان هنگام می آید که بشریت به مشکلات و مصائب فراوان گرفتار آیند. یه باز خود همینه که بشر نمیتونه با تمام پیشرفتی که کرده، تکنولوژی، صنعت، علم و وسایل فراوان، موشک به فضا میفرسته، ولی عدالت نمیتونه ایجاد بکنه. و لذا اینا در او کتابای خودشان گفتن که بشر در عصر ظهور به مشکلات فراوان و مصائب بسیار گرفتار هست که حضرت میان و این جهان رو پر از علم میکنن. یک چند نمونه هم از کتابای هندوان بگم خدمت شما که اینام تعبیرات بسیار جالبی دارن. بعد دیگه فرصت داریم. در یکی از کتابهای مقدسشون به نام دید میگه که پس از خرابی دنیا، دمی که گفتیم بالاخره جنگ های مختلف و آدم کشی های مختلف، ظلم ها، پادشاهی در آخر الزمان پیدا شود که پیشوای خلق باشد، یعنی حکومت جهانی، پیشوای همه مردم، و نام وی منصور باشد، مهدی که مادر بگیم، و تمام عالم را بگیرد، حکومت جهانی، و دین خود را و همه را به دین خود درآورد. همه به تعبیری میگن و حضرت پایینی برنامه، بله، و همه کس از مؤمن و کافر بشناسد و هرچ از خدا خواهد براید، یعنی مستجاب الدعوه است. یه تعبیرهای زیبایی داره، در بعد تعبیرشون گفتن که نام او پسندیده است خجسته که همون محمد بشود. امیدواریم ما زنده باشیم و در زمان ظهور امام زمان به فرمان امام زمان عمل بکنیم و سربازی بکنیم و جهان را پر از عدل و داد با چشمان خود مشاهده بکنیم انشاءالله. یک دنیا تشکر استاد است. بزرگوار. برنامه امشب با حضور استاد رمضانی عزیز و همکاری بی‌دریغ عزیزانمان در استودیو فنی رسانه جهانی هادی تقدیم شما شد. برای بنده و همه همکارانم و استاد عزیز دعا بفرمایید. تبریک عرض میکنیم با همین ایام درخشان محضر یکایک شما و برنامه خودمانه در حضور شما به پایان میبریم. میم ها میم دال منتظرت بودم و هستم از گذشته تا به حال.